سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت در هر کجایی که هستید. دکتر جاوید هستم. در این ویدیو میخوایم در مورد اصلی ترین علت مرگ و میر در دنیا صحبت کنیم و درمانهای ساده و طبیعی اون رو خدمت شما عرض کنم با تجربه ویزیت بیش از 50,000 بیمار و 15 سال طبابتی که داشتم، روشهای طبیعی و ساده‌ای که رگ‌های قلب رو به راحتی باز می‌کنه. با من همراه باشید. دوستان عزیز، به چند نشانه باید خیلی توجه کرد. اگر این نشانه ها رو داشتید، ممکنه بیماری قلبی داشته باشید و گرفتگی عروق. بنابراین نشانه هایی که خدمت شما میگم، نشانه هایی هست که به تجربه نشون داده افراد قبل از سکته این نشانه ها رو دارن. البته نمیخوام نگرانتون بکنم، فقط میخوام بگم که دقت بفرمایید، این نشانه ها رو جدی بگیرید و درمان کنید خودتون رو به سادگی بدون نیاز به جراحی با روش های طبیعی و ساده ای که خدمت شما میگیم. اولین نشانه اینه که فرد گهگداری دچار دردهای گیرکشنده، اصطلاحا میگن درد قلب، درد شمشیری، درد خنجری، انگار از پشت خنجر زدن. یه لحظه بین دو کتف درد میگیره و قفسه سینه. این درد هم قفسه سینه و هم پشت، درد خنجری. این درد یکی از دردهایی هستش که میتونه در واقع نشانه ای باشه از بیماری قلبی. نشانه دوم گرفتگی عروق، کم آوردن در فعالیت های بدنی است. کسانی که از پله بالا میرن و واقعا نمیتونن قدم از قدم بردارن، وای میستن، خصوصا اگه یک وسیله سنگین رو بخوان به خودشون ببرن، اینها هم ممکنه دچار گرفتگی عروق شده باشند. نشانه بعدی، موقعی که فعالیت بدنی دارن اینها دچار کبودی لب میشن، اکسیژن بدنشون در واقع کم میارن. این یکی از نشانه هایی هست که خونرسانی رو نشان میده که خوب انجام نمیشه. عزیزان، گرفتگی عروق به معنی این نیستش که فرد سریع در واقع سکته میکنه یا خطرناک هست. نه، گرفتگی عروق علائمش رو که خدمت شما گفتم، ببینید، رگ قلب ممکنه 10%، 20%، 30%، 70% بگیره و 70% مثل یک لوله‌ای رو شما در نظر بگیرید که این 70% گرفتگی داره و در قسمت 30% در واقع خون عبور میکنه. تا زمانی که به 100% نرسه، فرد دچار سکته و دچار در واقع عارضه جدی نمیشه. ولی وقتی که از گرفتگی ها از 50% به بالا بشه، فرد علائم گرفتگی ها رو نشون میده. یعنی موقع تحرک نفس کم میاره، نفس میزنه و دچار یک سری در واقع علائمی در چهرش میشه و فشار خون این افراد هم بالا میره. یعنی کسی که دچار گرفتگی رگ هست، فشار خونش بالا میره، طبیعی هم هست، چون خون به اون قسمت گرفتگی که میرسه به جدار رگ خیلی فشار میاره برای عبور و فرد دچار فشار خون بالا میشه. برای درمان گرفتگی عروق، این روش رو که بیش از 100 نفر خود بنده و همکارانم تست کردیم روی بیماران مختلف، تا 5 تا رگ که قرار بوده 100% جراحی بکنن، آنژیو بکنن و اومدن اینجا و ما بهشون نسخه دادیم و به لطف خدا برطرف شده. بنابراین اینها رو خواهش میکنم دقت کنید، دقیق گوش بدید و قبل از هر جراحی قلب باز، قبل از هر آنژیویی این روش ها رو انجام بدید. هیچ عارضه‌ای برای شما نداره، چون اکثرا تغذیه‌ای هست و اگر برطرف نشود، بعد میتونید از روش‌های جراحی و آنژیوپلاستی استفاده کنید. برای برطرف کردن گرفتگی عروق، حتما غلظت خون خودتون رو برطرف کنید. برای برطرف کردن غلظت خون، ویدیوی غلظت خونمون رو با دقت گوش بدید و دستورالعمل‌هاش رو اجرا بفرمایید. مورد دوم، برای رفع گرفتگی عروق، آرامش اعصاب هست. عزیزانی که دچار
عصبانیت، دچار نگرانی، استرس‌های مدام هستند، اینها بدونن که عصب سمپاتیک تحریک میشه و تحریک عصب سمپاتیک منجر به تنگی عروق میشه و اینها در معرض خطرهایی مثل سکته قرار دارند. بنابراین سعی بکنید که زندگی رو خیلی سخت نگیرید و کسانی که زندگی رو راحت میگیرن این عالم هستی هم باشون راحت تر برخورد میکنه و کسانی که خیلی سخت میگیرن به خودشون و به دیگران میبینید که زندگی هم بر اینها سخت گرفته میشه. بنابراین سعی کنید که راحت برخورد کنید، واقع بینانه برخورد کنید. ما قطعا یه روزی اومدیم به این دنیا، یه روزی هم از این دنیا خواهیم رفت. این وسط یه فرصتی داریم که خوب زندگی کنیم با کیفیت، تا جایی که میتونیم خوب باشیم، به دیگران خوبی کنیم، برای خودمون خوب باشیم و در واقع اینو بدونیم که ما از بین رفتنی نیستیم، از یک شکل به شکل دیگه‌ای تبدیل میشیم. تا اینجا هم که خوب بوده، از خاک بوده اومدیم در بدن پدر و مادر، نطفه شدیم اومدیم در این مرحله و این مرحله هم یک سری برنامه‌هایی داریم باید انجام بدیم و نگران چیزی نباید باشیم. نگران، بعضیا خیلی نگران مرگن، خیلی میترسن، اگر کسی رو از دست میدن میبینید که دیگه زندگی رو رها میکنن و اینها درست نیست، اینها واقع بینانه نیست. باید به این عالم هستی و به ناخدای این کشتی خوشبین باشیم. خوشبینی و اعتماد به ناخدای این هستی و ناخدای این کشتی به ما آرامش میده. وقتی آرامش داد، مشکل قلبی ما هم مطمئنن بهتر میشه. چرا؟ چون قلب ما دست ما نیست که داره میتپه. قلب ما رو از لحظه تولد یک هوشی، یک هوشمندی در این عالم هست که اون بهش میگه در واقع بزن تا زمانی که ما بهت میگیم. اون زمان دست ما نیست. بنابراین بپذیریم، آرام باشیم، آرام زندگی کنیم. روشی که برای باز کردن عروق خدمت شما میگیم به این شکل هست. اولا بدونید که بستگی به میزان گرفتگی عروق داره و بین 1 ماه تا 3 ماه طول دوره درمان هست. به تجربه ما بهش رسیدیم، شدیدترین گرفتگی ها حتی رگ‌های اصلی قلب 3 ماه طول کشیده که باز شده. در طول این مدت درمان عزیزان دستورالعمل ها رو خوب انجام بدید و اگر اینها رو انجام بدید شما هم مثل اونهایی که در واقع رگ قلبشون باز شده، شما هم رگ قلبتون باز خواهد شد. حتی اگر آثاری هم، یعنی هات هم نیست و آثار سختی هم نداره، این روش ها بازم به شما کمک میکنه که پاکسازی بکنید عروق خودتون رو. بنابراین در طول دوران درمان فرآورده های حیوانی که غلیظ کننده خون هستند و موجب رسوب در رگ ها میشن رو استفاده نکنید. توصیه ما اینه که در رژیم غذایی افرادی که دوره درمان پاکسازی عروق رو دارن و برای باز کردن عروق در طول دوره درمان بین 1 تا 3 ماه گیاهخواری کنن و 90% غذاهای خام بخورن، یعنی خام گیاهخواری بکنن و فقط 10% مجازن غذای پخته، اونم گیاهی مصرف بکنن. این شرط اول باز شدن عروق هست. کمی تحرک و فعالیت بدنی، کم، نمیخواد زیاد، روزی 10 دقیقه پیاده روی نرم. مورد بعد برای باز کردن عروق نسخه طلایی، یه نسخه طلایی فوق العاده عالی و مجرب که ما این رو بارها و بارها تست کردیم. سیر به اندازه 7 حبه سیر، 3 عدد لیمو ترش تازه، 1 قاشق عسل یا 2 قاشق و 1 لیوان آب. لیمو رو با پوست و سیر رو پوستشو بکنین، 7 حبه رو بریزین داخل مخلوط کن و اجازه بدید خوب با هم میکس بشن و این مقدار رو شما در طول 1 روز باید بخورید. این عمل رو 10 روز انجام میدید و بعد از 10 روز 1 هفته ترک میکنید و بعد دوباره 10 روز بعد تکرار میکنید. پس بینش باید حتما یک استراحتی بدید به خاطر که این عروق رو پاکسازی میکنه و حتی بعضی ها در 10 روز اول که این کار رو انجام میدن رگ قلبشون باز میشه. این نسخه طب سینوی هست و در کتب قدیم هست و از ابو علی سینا در واقع حکیم بزرگ نقل شده و الان هم خیلی ها دارن ازش استفاده میکنن. نسخه بسیار مجرب و خوبی هست. اگر درد دارید در قلبتون، احساس درد دارید، سیاه دانه و عسل رو هم صبح و شب 1 قاشق چایخوری مصرف کنید. بهش میگن دوسین اصطلاحاً
نسبت 1:3 یک قاشق سیاه دانه نیم کوب شده و 3 قاشق عسل و این رو با هم مخلوط بکنید، یک قاشق صبح میید کنید، یک قاشق شب، که این کمک میکنه به باز کردن عروق و زمانی که درد شدیدی دارید این نسخه رو میتونید استفاده بفرمایید. اگر تا اینجا از ویدیو ما خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب بفرمایید. عزیزان اگر از مطالب ما خوشتون اومده سایت دکتر گرین لایف سایت ما هست که در واقع میتونید اونجا مراجعه کنید، یک سری آثار و کتابهایی رو گذاشتیم که اونها در راستای کمک به سلامتی جامعه هست. از همین جنس مطالب ساده اونجا زیاد گذاشتیم برای اینکه افراد آشنا بشن با این سبک و میتونید از اون سایت استفاده بکنید، لینکش رو اینجا میذاریم. دفتر ما در عمان هست و عزیزانی که میخوان برای ویزیت تشریف بیارن در جریان باشن که در واقع ما اونجا وقت میدیم و اونجا ویزیت میکنیم و شما میتونید که نوبت بگیرید. ویزیت های ما هم همه رایگان هست، در جریان باشید. این هم به خاطر یک عهدی بوده که من سالهای پیش در واقع این رو با خودم بستم و گفتم که از این راه من کسب درآمد نخواهم کرد و اطلاعات خودم رو به رایگان در اختیار مردم قرار خواهم داد. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. خدا یار و پناهتون باشه.